سلام دوستان عزیزم مهارت لیسنینگ کامپریهنشن یا شنیدن مهارتی که خودتون میتونید به صورت انفرادی بدون نیاز به معلم از صفر تا صد تقویتش بکنید کلا به نظر من این مهارت مهارتیه که اصلا معلم نمیتونه برای شما کاری انجام بده بنابراین تصمیم گرفتم در این ویدیو یک برنامه جامع بهتون ارائه بکنم یکی دو تا منبع خیلی عالی هم بهتون معرفی بکنم که بهتون کمک میکنه که از سطح پایه یعنی تقریبا از سطح صفر بتونید خودتون رو به صورت انفرادی بدون معلم به سطح پیشرفته برسونید تا آخر این ویدیو رو ببینید خب بدون هیچ معطلی بریم سراغ سطح یک یا پایه اگه سطح ابتدایی هستید به این آدرسی که بهتون میدم مراجعه بکنید خب بچه من اول سایت رو بهتون نشون بدم و قسمت های مختلفش رو بهتون معرفی بکنم وقتی روی اون لینکی که من توی توضیحات ویدیو و اولین کامنت که پین شده گذاشتم کلیک بکنید این صفحه باز میشه اگه دیدید باز نمیشه احتمالا باید وی تون رو روشن بکنید ولی فکر نمی کنم که این سایت فیلتر باشه وقتی که این سایت باز میشه شما این صفحه رو میبینید همه این درسایی که اینجا هستن برای سطح ابتدایی هستن یعنی لول وان هستن لول یک و اگر شما روی هر درس کلیک بکنید میبینید که یک صوت باز میشه البته چند تا عکس هم داره که بهتون کمک میکنه که صوت رو بهتر متوجه بشید و متن هم زیر صوت هست یعنی روی این کلمه ای اسکریپت اگه شما کلیک بکنید متن رو میبینید و بعد میتونید از این طریق در واقع متن رو پلی بکنید که صداش رو بشنوید قسمت بعدی که توی هر درس مهمه قسمت گرامر هست هر درس چند تا نکته گرامری داره و همونطور که میبینید همه ی این نکات توضیح داده شده اگه یه وقت نکته ای رو متوجه نشدید به خاطر اینکه سطح ابتدایی هستید میتونید از دیکشنری انگلیسی به فارسی استفاده بکنید یکی از بهترین دیکشنری های انگلیسی به فارسی که من خودم ازش استفاده کردم و هنوزم ازش استفاده میکنم دیکشنری هزاره هست این دیکشنری رو میتونید تهیه بکنید ازش استفاده بکنید البته میتونید این کلمات رو از اینترنت هم پیدا بکنید حتما لازم نیست که در واقع دیکشنری خیلی بزرگی داشته باشید این کلمات رو شما اگه توی گوگل هم بزنید براتون تک تک کلمات رو ترجمه میکنه و معنی که برای تک تک کلمات از طریق گوگل میگیرید معمولا درسته این وبسایت برای سطح مختلف درس داره و شما اگه مثلا سطح متوسط هم باشید میتونید از درس های این وبسایت استفاده بکنید مثلا همونطور که میبینید برای سطح ابتدایی یعنی تقریبا صفر درس داره برای سطح متوسط ضعیف متوسط متوسط قوی و پیشرفته یعنی C2 هم درس داره قبلا هم گفته بودم که گوش دادن به محتوای تکراری یکی از بهترین راه های تقویت مهارت های زبان مخصوصا شنیدن و صحبت کردنه بار اول فقط گوش بدید سعی کنید معنی کلی رو متوجه بشید اگه چیزی متوجه نمیشید برای بار اول اصلا مهم نیست هدف آشنایی شما با صداهای زبان و تشخیص دادن اونهاست این کار با شنیدن و مطابقت دادن صوت و متن انجام میشه بار دوم با دقت بیشتری گوش بدید اگه کلمه ای رو نمیدونید از دیکشنری سریع چکش بکنید یادتون باشه قرار نیست که توی این فعالیت واژگان یاد بگیرید در واقع شما میخواید مهارت گوش دادن خودتون رو تقویت بکنید پس نگران این که الان این کلمه رو میخونم بعد یادم میره نباشید کاملا طبیعیه ممکنه بعدش یادتون بره ولی اصلا مهم نیست بار سوم سعی کنید اگه گرامری رو متوجه نمیشید روی قسمت گرامر کلیک بکنید و قاعده رو یاد بگیرید بازم هدف حفظ کردن نیست همین که در همون لحظه شما متوجه اون قاعده گرامری بشید و بتونید معنی کلی متن رو متوجه بشید کافیه باره چهارم بدون چک کردن لغت و گرامر فقط گوش بدید بعدش یه دقیقه دربارش فکر بکنید چی متوجه شدید چیزی متوجه شدید؟ اگه متوجه شدید سعی کنید یه خلاصه ای رو توی ذهن خودتون مرور بکنید. روز بعد قبل از اینکه برید سراغ درس ودی حتما این درس رو مرور بکنید. اگه این روشی که گفتم رو به صورت مستمر یعنی هر روز انجام بدید مطمئن باشید که بعد از 6 ما یه تغییر خیلی خیلی مهم توی مهارت شنیدنتون حس میکنید. در کنار مطالب این سایت البته میتونید کتاب تاکتیکس فور که قبلا معرفی کرده بودم رو هم تهیه بکنید و از مطالب اون کتابم استفاده بکنید. ولی به نظر من برای کسی که سطح صفر صفر یعنی ابتدایی هست بهتره که از این سایت شروع بکنه تا یه مقداری اون پایه رو بسازه و بعد بره سراغ کتاب تاکتیکس فور لیسنینگ علتش هم اینه که مثلا نکات گرامری توی کتاب تاکتیکس فور لیسنینگ به این سادگی که من توی این وبسایت می‌بینم توضیح داده نشده بریم سراغ سطح دو متوسط اگه این چیزایی که تو قسمت قبلی گفتم رو شما بهش مسلط هستید و میتونید مثلا محتوای این وبسایت که برای سطح ابتدایی هست رو متوجه بشید سطح شما سطح متوسطه این سطح یادگیری زبان خداییش خیلی خسته کننده است شما هی کار میکنی زحمت میکشی و بعضی وقتا حس میکنی که پیشرفتی صورت نمیگیره انگار احساس میکنی رشد نمیکنی همونجا متوقف شدی ولی خب این یه احساس کاذبه منم این احساسو داشتم ولی بهش توجه نکنید همین که شما مستمر ادامه بدید کار بکنید پیشرفت حاصل میشه برای پیشرفت در این سطح بهترین کار گوش دادن به پادکست و فیلم و سریال هست سه تا پیشنهاد پادکست و سریال براتون دارم که البته قبلا هم معرفیشون کردم ولی امروز میخوام بهتون بگم چجوری از اینا استفاده بکنید که بتونید از این سطح یه پیشرفت فوق العاده داشته باشید این کاریه که دقیقا من خودم انجام دادم و نتیجه خیلی خیلی عالی گرفتم پیشنهاد اول پادکست های 6 minute english هست متن این پادکست ها توی وبسایت 6 minute english قابل دسترسه و میتونید دانلودش بکنید پیشنهاد من برای سریال مادر و Friends هست و البته اینا از سطح وسط یه مقداری بالاتره ولی در ادامه براتون توضیح میدم که چرا سطح بالاتر انتخاب کردم بذارید اول بهتون بگم که پادکست ها رو چجوری استفاده بکنید که به بهترین نتیجه ممکن برسید هر پادکست رو حداقل سه بار گوش بدید اول بدون توجه به متن سعی کنید معنی کلی پادکست رو متوجه بشید به تک تک کلمات توجه نکنید به گرامر توجه نکنید ببینید اصل مطلب چیه وقتی که اصل مطلب رو گرفتی سعی کن اصل مطلب رو توی دو سه جمله توی ذهنت یا به صورت شفاهی یا به صورت نوشتاری خلاصه بکنی اگه بتونی بنویسی و یا شفاهی بیان بکنی این به های دیگه‌ت هم کمک میکنه و خیلی خیلی تمرین موثریه پس این شد بار اول بار دوم سعی کن به تک تک کلمات دقت بکنی اگه کلمه ای رو متوجه نمیشی صوت رو عقب و جلو بزن تا متوجه بشی آخرش و اگه آخر سر متوجه نشدی از متن پادکست استفاده بکن که ببینی اون کلمه ای که متوجه نشده بودی چیه بار سوم بدون نگاه کردن به متن اون پادکست رو گوش بده چون یه بار گوش دادی و میدونی اصل مطلب چیه یه بار هم کلمات مهم و عباراتی که مثلا نمیدونستی چیه رو چک کردی الان باید جزئیات خیلی خیلی بیشتری رو متوجه بشی یعنی تقریبا تمام مطلب رو باید توی بار سوم بتونی متوجه بشی اگه دیدی کل مطلب رو متوجه نمیشی یعنی یه جایی مثلا حس کردی گیر داری یه بار چهارمی هم باید گوش بدی روز بعد که میخوای بری سراغ پادکست بعدی حتما این پادکست رو یه بار گوش بده اون نکاتی که گیر داشتی رو یه بار برای خود تکرار کن مرور کن پنج دقیقه وقت بذار و بعد برو سراغ پادکست بعدی اما بهتون گفتم که سریال فرندز یا هوای Your مادر رو هم شما میتونید روش کار بکنید و از این طریق پیشرفت بکنید گفتم که این سریال یه کمی سطحش بالاست و برای شما ممکنه یه کمی سخت باشه البته یه کمی که چرز کنم خیلی براتون سخته ولی علت داره که من این سریال رو انتخاب کردم اگه بخوای توی مهارت لیسنینگ و حتی توی اسپیکینگ پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته باشی باید در کنار مطالبی که کاملا در سطح خودت هستن یعنی اون پادکستایی که بهت معرفی کردم یه سری مطالبم گوش بدی و روشون کار بکنی که از سطح خودت بالاتر هستن اینا در واقع اون مطالبی هستن که تو رو میکشن بالا از اون سطح پایین به سطح بالاتر البته با سختی زیاد درست مثل یه ورزشکاری که مثلا توی باشگاه چه می‌دونم داره وزنه می همیشه اون که در در سطحش هستن رو نمیزنه که بعضی وقتا هم میره مثلا وزنه رو سنگین میکنه یه وزنه میزنه که یه مقداری از خودش سنگین تره یه مقداری از حد توانش بالاتره که کم کم به قول معروف زورش زیاد بشه اما چه جوری سریال ببینیم برای دیدن سریال چون این سریال سطحش از شما بالاتره حتما زیرنویس انگلیسی رو برای خودتون روشن بکنید به هیچ وجه از زیرنویس فارسی استفاده نکنید چون همونطور که گفتم هدف این تمرین اینه که در واقع شما یکم سختی بکشید زیرنویس فارسی شما رو عادت میده به اینکه در واقع تو ذهنتون ترجمه بکنید و به زبان مادری خودتون متکی باشید پس همونطور که گفتم زیرنویس انگلیسی رو روشن بکنید و سعی کنید یه بار سریال رو ببینید و داستان کلی اون قسمت سریال رو متوجه بشید برای بار دوم سعی کن به زیرنویس بیشتر دقت بکنید دوباره برگرد همون قسمت سریال رو نگاه کن این دفعه به به ها بیشتر باید دقت بکنید. اگه کلمه ناشنایی میبینی سعی کن توی دیکشنری درش بیاری و در واقع معنیش رو برای خود مرور بکنی بازم بگم هدف این تمرینا به هیچ وجه یادگیری واژگان به صورت مستقیم نیست شما ممکن البته یه سری کلمات رو به صورت غیر مستقیم یاد بگیرید ولی سعی کنید هدفتون رو بذارید روی درک مطلب و اینکه معنی کلی جملات رو متوجه بشید و اگر هم سطحتون پایین هست همونطور که در ابتدای ویدیو گفتم هدف اینه که شما بتونید صداهای زبان رو تشخیص بدید و وقتی توی مکالمه اونا رو میشنوید بدونید که چه کلماتی داره تولید میشه شما وقتی که داری فیلم و سریال و پادکست میبینی لحچه های مختلف رو میشنوی البته ابتدای کار ممکنه متوجه نشی و همه اینا رو فکر کنی که در واقع انگلیسی استاندارد هست در صورتی که اینطوری نیست تنوع لحجه و تلفظ تو سریالایی که میبینید خیلی زیاده و همین ممکنه یه مانع باشه پس زمان میبره که در واقع شما این مهارت رو تقویت بکنید ولی اگه این برنامه ای که بهتون گفتم رو 6 ماه مستمر انجام بدید بهتون قول میدم که یک لول قشنگ میرید بالا یعنی اگه سطح ابتدایی و صفر هستید به اینترمدیت متوسط میرسید اگه اینترمدیت یا متوسط هستید به سطح پیشرفته میرسید بعد باید دلسرد نشید من خودم یادم که یک عبارتی بود که شاید یک سال من البته گاهی نه اینکه کل یک سال رو بهش فکر کنم. گاهی وقتی اینو میشنیدم متوجه نمیشدم چیه و خیلی اذیتم میکرد و اون عبارت این بود این اناویت صاف in and of itself من هرچی میرفتم چک میکردم دیکشنری های مختلف رو نگاه میکردم متن های مختلف رو نگاه میکردم چیزی پیدا نمیکردم فکر میکردم که این میگه این in enough itself رفتم کلمه ایناف رو چک کردم itself رو چک کردم و دیدم واقعا هیچ چیزی نیست که به اون معنی که من دارم میشنوم بخوره حدودا یه سال بعد بود که من به صورت کاملا تصادفی توی متن دیدم که این این and of itself هست یک سال طول کشید تا من متوجه بشم. ولی خب الان شما میتونید از امکانات موبایل هم استفاده بکنید. مثلا اگه من الان بخوام این in and of itself رو در واقع بدونم چه اسپل میشه و چه کلمه ای هست، خیلی ساده میتونم توی گوشیم توی گوگل این قسمت که یه میکروفون داره، اینو من فشار بدم، in itself. Here in and of itself. خیلی ساده وقتی شما از گزینه میکروفون گوگل استفاده بکنید و حتی اینو مثلا کنار پادکست بذارید یا خودتون کلمه یا تکرار بکنید اسپل اون کلمه رو بهتون میده و ممکنه مثلا یه فیلم یه سریال یا حتی تعریف اون کلمه رو بهتون ارائه بکنه. پس از تکنولوژی هم قافل نشیم و از امکاناتی که در اختیار اون استفاده بکنیم. خب اینم از یک برنامه به نظر خودم کامل و جامع که میتونه دقیقا شما رو از سطح صفر از سطح ابتدایی به سطح پیشرفته برسونه لازم نیست هزاران منبع مختلف داشته باشید چون اگه همین منابعی که من امروز بهتون معرفی کردم رو اگه دوست داشتید ادامه بدید و به صورت مستمرشون کار بکنید بهتون قول میدم 6 ماه دیگه در جای خیلی بهتری هستید تا ویدیوی بعد